هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی روز پنج شنبه 4 آبان 26 اکتبر سال 2023 در برنامه بازشناسی باورها، ایمان سلیمانی امیری عرض سلام و درود و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. در برنامه امروز هم به روال دو برنامه پیشین ادامه میدیم دیدگاه ابن خلدون در مورد چگونگی نابودی تمدن‌ها. پیشتر اشاره کردیم بسیاری از افکار و اندیشه‌ها به عمل در می‌آیند و کسانی که عمل می‌کنند از قبل اون باورها و اندیشه‌ها می‌توانند یک تمدنی رو بسازند یا یک تمدنی رو ویران بکنند. اسباب گسترش یک جامعه، توسعه یک جامعه، پیشرفت یک جامعه جدای از اندیشه ساکنان اون نیست. ما در بحث‌های مربوط به توسعه سه مؤلفه مهم داریم که هر یک از اونها در توسعه نقش دارن: حاکمان، نخبگان و مردم. یعنی یک جامعه توسعه یافته جامعه است که علاوه بر اینکه حاکمان اون به توسعه نظر دارند، نخبگان اون هم به همین شکل، ساختارهای جامعه هم به همین شکل، و مردم کسانی هستند که اون توسعه رو، اون پیشرفت رو درک کردن و اون رو برای خودشون مفید میتونن. بنابراین لازمه هر عمل مؤثر و مثبت یک دانشی است که قبلا در میان مردم تثبیت شده، موجه شده، مدلل شده. جامعه‌ای که نگاهش یک نگاه مؤمنانه است، یک نگاه سنتی است، یک نگاه مقلدی است، نگاه میکنه به حاکمش، اگر حاکمش دستوری میده او اون رو میپذیره، چون و چرا نمیکنه، پرسشگری نمیکنه. برای اینکه اون عمل رو انجام بده نیازمند دلیل نیست، نمیخواد خودش رو توجیه بکنه، موجه باشه نظرش. همین دلیله که تمدن‌های زیادی از قبل یک حاکم مصلح ساخته شدن و بالعکس توسط یک حاکم ناکارآمد، کسی که کار بلد نبوده، نابود شدن. امروز شما به خاورمیانه نگاه میندازید، خاورمیانه محصول همون حاکمان، مردم و ساختارهایی است که نظام جامعه رو داره سازماندهی میکنه، اون جهدهی میکنه. ابن خلدون در قرون 7، 8، 9 وقتی به جوامع پیرامون خودش نگاه میکنه یک بستری شکل گرفته از اندیشه های اسلامی، خب با فرهنگ عرب هم عجینه، در مؤلفه های دینی مستتر، روشن، مشخص، گاهی هم در لفافه است. و بعد وقتی در درون یک جامعه می نشینه، سر و شکل میده به جامعه، آثار و نتایجش دهه ها و صده ها بعد مشخص میشه. ابن خلدون وقتی این جامعه رو نگاه میکنه، با توجه به علل و عواملش در کتاب مقدمه تاریخ خودش برای ما شرح میده چگونه این تمدن‌ها از بین رفتن، نابود شدن. یکی از فیلسوفان سیاسی اروپا هم به همین مسائل پرداختن، تطبیق دادن جامعه خودشون رو با آنچه که گذشته بود و آنچه که باید باشن. بیشتر عرض کردیم افرادی مثل مکیاولی به این نظر داشتن، حالا با ابعاد سیاسی که
البته نگاهش به امپراتوری و جمهوری روم هم بود. افراد دیگری مثل ماکس وبر در حوزه‌های مختلف اجتماعی هم به نقش باورهای دینی پرداختند در اینکه چطور جوامعی رو به سمت پیشرفت، توسعه و کمال حرکت می‌کنه و چرا برخی اندیشه‌های دینی سبب ساز نوعی رکود در درون جامعه هست. این مؤلفه‌ای که ابن خلدون اشاره کرده بود و ما در برنامه 2 هفته پیش به اون پرداختیم، مثل قانون گریزی بود، یعنی مردمی که فرهنگ اونها قانون گریزی است. حالا او اشاره به عرب میکنه، اما مقصود کمی فراتر از اون مؤلفه هاست. یعنی امروز هم جدای از بحثای عرب و گروه های دیگر، هر جامعه‌ای که قانون گریز باشه تمدن رو از بین خواهد برد. نفس قانون یکی از مهمترین ویژگی های تمدنه. همین دلیل روشن فکران پیشا مشروطه به این مسئله پرداختن که در درون جامعه ما قانون وجود نداره، هر کسی بنابر میل خودش رفتار می‌کنه. پادشاه به یک شکل، روحانی به یک شکل، افراد عادی به یک شکل، و هیچ کس هم نمیدونه که این انتظام جامعه چه شکلی است. قانون تنظیم کننده روابطه بین حاکمیت و مردم، بین حکومت، دولت و مردم، بین ساختارهای اجتماعی و مردم، بین نظام سیاسی و اجتماعی کشور با کشور دیگری. یکی از مسائلی که در مورد کاپیتولاسیون بود همین بود که شما ایرانیان قانون ندارید، یعنی اگر تخلفی صورت بگیره که یکی از اتباع ما، حالا کشور روسیه، انگلستان و کشورهای دیگر، در دادگاهی باید محاکمه بشه که قاضیش بر اساس قانون حکم نمیده بلکه کاملا شخصی است، در حالی که در غرب قانون وجود داشت. یکی از مهمترین مظاهر تمدن در جهان غرب قانون. قانون گریزی به این معناست که شما قانون دارید اما برای شما اصلا اهمیت نداره. اون تعبیر قانون جنگل به یه نحوی به این افاده داره که افراد بسته به سلیقه و قدرت خودشون مناسبات رو تنظیم میکنن، باید و نباید هاشون بستگی به خودشون، ارزش های خودشون داره. اگر زورش میرسه هر کاری دلش خواست انجام میده، اگر سیاستش تغییر بکنه رفتارش هم تغییر میکنه، اون هم توجیه میکنه. قانون گریزی همان مسئله است که ما به عنوان استبداد میشناسیم. استبداد از ریشه بدده، بدد یعنی پراکنده کردن مردم از چیزی که شما متعلق به خودتون میدونید. یعنی من ایمان سلیمانی اگر احساس کنم سرنوشت همه جامعه به دست منه، چون من حاکمم، شاهم، ولی فقیهم، خلیفهم، بنابراین به مردم اجازه نمیدم نظر بدم، چون حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت مردم با من، حیطه مختص من، حکومت مختص من، لذا هر کسی بخواد وارد حیطه من بشه اون رو دور میکنه، هر طوری هم دلم بخواد جامعه رو اداره میکنه. به این میگن استبداد. گاهی استبداد از حد همان تمایل خاص بر روی یک اصول هم میگذره. یعنی شما با یک حاکم مستبدی روبرو هستید که حتی به اون اصول دیروزی که خودش هم فرمان داده پایبند نیست. گاهی به اونا میگن حکومت‌های خودسر، حکومت‌های خودکامه، من هرچی میلم، حتی اگر قوانینی رو پدران من به عنوان پادشاه گذاشتن من رعایت نمی کنم، این ملتزم به اون نیستم. رژیم گذشته یک رژیم استبدادی خودسر بود. قانون اساسی مشروطه به درد ما نمیخوره، مانع توسعه و پیشرفت، من تشخیص میدم. ولی فقیه قانون اساسی یعنی چی؟ من تشخیص میدم که قانون اساسی چگونه باید باشه. همون قانون اساسی نیمبند نظام جمهوری اسلامی رو هم رعایت نمیکنه، چون یه جایی به ضرر حاکم مستبد.
و در واقع در این سیستم ها شما حاکمیت قانون نمیبینید. وقتی حاکم قانون رو رعایت نکنه، مردم هم تن نخواهند داد به اون قانون. و این یک فرهنگ سیاسی است. اینکه در جوامع غربی همه در برابر قانون مطیع هستند، برای اینکه انتظام اون جامعه حفظ بشه. هیچ کس به یه بهانه‌ای حق نداره خودش رو مستثنا بکنه از اینکه قانون برای همه است به غیر از من. هیچ چیز بدتر از قانون گریزی خود قانونگذار نیست. یعنی کسی که متعهده، ملتزم، قسم یاد کرده به قانون، اونو پای پا زیر پا بذاره، بگه نخیر من دوست ندارم. بنابراین اولین ویژگی که ابن خلدون نام میبره قانون گریزی است. و امروز میدونیم حاکمیت قانون یکی از الزامات اساسی در تمدن سازی است. و قانون هم حاصل اندیشه انسان هاست. آن چیزی که در قوانین شریعت هست اون حکمه، قانون نیست. حکم یعنی یه چیزی که مرجع بالاتر میده، شما موظف به اجراش هستید. ویژگی‌هاش هم اینه که از یک مرجع قدسی، یک مرجعی که خدشه ناپذیره، در شکل دستوری صادر شد. تک ذهنی هم هست. یعنی الله تصمیم گرفته این باشه. ما مردم چیکاریم؟ الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند و ما نمیدانیم. او اگه بگه همه یا انسان‌ها رو بکش، شما میکشیم، گی اون حکمتی داره، من نمیدونم، او میدونه. اگر دیکتاتور دستور میده میگیم یک حکمتی داره، ما نمیدونیم. پس مهمترین ویژگی در ساخت یک تمدن بحث قانون، چیزی که مورد توافق مردمه، از خرد جمعی ناشی شده، کاملا سیاله، یعنی قابل تغییره، حکم قطعی و یقینی نیست. قوانینی که گذشتگان نوشتن برای اونها بوده، بله، الزامات جامعه خودشون رو دیدن، اون قوانین رو نوشتن. اما امروز جامعه با این پیچیدگی ها نیازمند استفاده از آخرین دانش داره در حوزه های مختلف، دانشی که گذشتگان نداشتن اما امروز ما داریم، از اون میتونیم بهره برداریم. دومین ویژگی که ابن خلدون نام برد و ما در دو برنامه پیشین ذکر کردیم، عدم یک جانشینی است. یعنی مردمی که این سرزمینی که در اون هست رو موقت میبینن، ولی موقت دیدن یا به شکل غارتی است، یعنی آمدیم حمله کردیم و میخوایم برگردیم، پس هرچی که به درد ما میخوره ببریم. مثل دوست وارد خانه ای که میشه، چون میدونه نمیخواد اونجا بمونه، هرچی اشیای گرانبها هست میگیره میبره، هرچی که به دردش بخوره میبره. قوم مهاجم هم همین گونه نگاه کن. حکومت های غیر ملی که به خاک، به آب، به انسان، به منابع طبیعی علقه و علاقه ای ندارن، اونجا رو به شکل یک محلی میبینن که باید از او چید، برداشت کرد و رفت، مثل دزدی که به باقی میزنه. در کمترین فرصت بیشترین غارت رو انجام بده. در حالی که اگر شما آمده باشید جایی رو بمانید، یک جانشینی بکنید، اونجا رو میسازید، چون خانه خودتون میتونیدش. تمدن از مدونه، مدون یعنی شهر، شهرها، یعنی آنچه که برای زیست شهری مناسبه. انسانهایی که کوچ میکنن خب نیاز به سازندگی نداره، یه سرپناه ساده ای رو داریم و میریم. اما شما وقتی قرار جایی بمانید، سعی میکنید زمینی رو کشاورزی بکنید، دامداری ایجاد بکنید، آبیاریش رو درست بکنید، سرپناهی بسازید، قلعه‌ای برای محافظت ایجاد بکنید. وقتی در اونجا نشستید، با هم نظام جامعه خود رو تنظیم میکنید، اعیادی دارید، جشنایی دارید، ابنیه هایی میسازید، هنرتون رو در اون ابنیه ها متجلی و متبلور میکنید. همین شکل از دل یک جانشینی شما میبینید یک توسعه‌ای در هنر، اخلاق، ادبیات شکل میگیره.
مشکل دیگری که ابن خلدون نام میبره تخریب اماکنه، ابنیه هاست، آثار هنری است. یعنی کسانی که میخواد تمدن رو نابود کنن از نحوه رفتارشون مشخصه. شما آنچه که طالبان در افغانستان کرد، آنچه که در صدر اسلام مسلمانان با سرزمین های مفتوحه کردن در مصر باستان و جاهای دیگه، هرچه مجسمه بود نابود شد، مگر اونهایی که دیگه دستشون نرسید یا قدرت نابودیشو نداشتن. از مدائن چه بانده؟ هیچ. چون اینها رو شهرهای نفرین شده میدونن، معتقدن به دلیل همین نوع رفتارها بودی که خدا بر اونها غضب کرده. حالا ما امروز اگر فرصت بشه باز هم یک گزارشی از ابن خلدون خواهیم خوان که چرا مردم تن میدن به اون ادیان یا آیین‌هایی که جهادگران یا نیروهای فاتح به اون سرزمین آوردن، چون احساس میکنن خدای اونها خدای بزرگی بوده. زندگی ما زندگی بدی بوده که نتونستیم خوب باشیم و شکست خوردیم، بنابراین اون مظاهری که این زندگی ما رو ساخته باید نابود کنیم. بحث انقلاب ها هم همینه، اینکه بعد از انقلاب گروه های تون رو شروع میکنن به نابود کردن ساختارهای رژیم گذشته، برای اینکه اساسا معتقدن اون ساختارها هستش که فساد ایجاد میکنه. به جای اینکه اصلاحش بکنن سعی میکنن به کل نابودش بکنن. هرچند بعضی از ساختارها باید نابود بشه، بله، ما یک حکم کلی نمیشه داد. ساختارهایی وجود دارن که مفیدن، میشه از اونها استفاده کرد. اقوام مهاجم با ورود به سرزمین های دیگر همین رفتارها رو داشتن. مورد دیگری که ابن خلدون نام میبره و به یاد آوردم بحث کسب و کاره، بحث هنره. یعنی اقوام غارتگر هیچ وقت به کسب و کار هنرمندان، کسبه، تجار اهمیت نمیدن، برای اونها هنر جایگاهی نداره، تجارت جایگاهی نداره، چون خودشون از طریق غارت یعنی شمشیر به دست بودن توانستن تفوق و برتری پیدا کنن. برای همین کار هنرمندان رو خار میدونن، تجارت رو مذموم میدونن، نمیپذیرن اونها رو، میخوان مردم رو به نحوی پرورش بدن که جهاد یا غارتگری اولویت باشه بر تجارت. همین دلیل شما در اسلام جهاد جز فروع دین، اما کسب و کار و تجارت نیست، چون اهمیت نداره اصلا. تازه خمس رو هم ما ایجاد کردیم که از مردم بابت کسب و کارشون یه پولی بگیر، شما کار بکن یک پنجمش رو بده به من. از مردم زکات بگیریم، زکات بخشیش کارهای اجتماعی است، دادن به فقرا و برخی دیگه. اما خمس اساسا مال خدا و رسول، بعدن امامان شیعه آمدن که این خمس رو هم بدید به ما. در کنارش هم خب البته به ابن سبید و دیگران هم کمک میکرد، ولی اساس اون حکم بر اینه که من از حق کسب و کار دیگران استفاده ببرم. ابن خلدون ادامه میده و حالا ما بحث رو پی بگیریم با ادامه مؤلفه هایی که ابن خلدون نام میبره برای اینکه یک تمدن چطور نابود میشه. قوم عرب، حالا عرض کردم این بحث از قوم عرب که میکنه مقصود همان فرهنگی است که وارد دین اسلام شده، که بخشیش از قوم عرب و فرهنگ عربی است، بخش دیگر هم اندیشه ها و آموزه هایی بوده که خود محمد آورد. بنابراین قوم عرب رو به اعراب نسبت ندید، به اون تفکر حاکم اسلامی باید نسبت داد که سرنوشت افراد رو در درون ایدئولوژی تعیین میکنه.
قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارن. بلکه تمام همه ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است. شما جزیه حکمی است در انتهای دوران رسالت محمد در سوره توبه آمده. مخاطبینش اهل کتابن، یعنی یهودیان و مسیحیان. برای اینکه اونها سالم باشن، زنده بمانند، توسط شمشیر جهادگران کشته نشن، گفتن باید به ما جزیه بده، یعنی پرداخت یک مال، اون هم به شکلی که با خفت و خاری از شما بگیرن. یک باجی است که در ایدئولوژی یا دین اسلام بهش پرداخته شده. پس وقتی ابن خلدون صحبت از باج ستانی میکنه، گاهی به زوره، گاهی هم تحت عناوین شرعی و قانونی است، مثل جزیه. هرگاه بدین مقصود برسند، به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارن. میگه کارشون اینه که پول بدید به ما، به ما باج بدید، دیگه حالا کاری نداریم تو از کجا پول در میاری، از کجا میگیری. در زمان حکومت قاجار همین داستان بود. پادشاه قاجار میامد، از کسانی که ولایتی جایی رو میخواستن پول میگرفت، میگه فلان قد به من بده. اون کسی هم که تمایل داشت والی یک شهری بشه، پولی رو میداد به ناصرالدین شاهی، مظفرالدین شاهی و دیگران، میرفت میگه حالا تو هرچی از مردم میخوای به زور بگیری یا نگیری به خودت بسی. اونی هم که 100 تومن به شاه داده بود میامد، به قدری به مردم فشار میآورد که 1000 تومن بگیر. بنابراین وقتی پول این افرادی که به غارت اموال توجه دارن رو بدید، دیگه کاری نداره مناسبات شما چطوره، فقط سهم من باید محفوظ باشه. و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند. و چه بسا که آزمندی و سود پرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی، یعنی در واقع بحثش بر سر اینه که یه مفر ایجاد می کنند که شما اگه هر جنایتی کردید یه پولی به من بده، برو سراغ زندگی. در گذشته اینطوری بود، یعنی ضعفا در برابر اغنیا در دادگاه هم بازنده بودن. چرا؟ چون اون آدم غنی ثروت بود، پول بود، جاه و مقام داشت. پول او تعیین میکرد حکم چیست، مقصر چه کسیست، متهم کیه. در نظام هایی که سیستم قضایی مستقل نداره همینطور، در استبداد هم داستان همین. آدمای خودمون نباید محاکمه بشن، ما دیگران رو محاکمه بکنیم. کسانی که فاسد بودن، مال می بردن، اونا رو کار نداریم. امروز هم همینه دیگه. در رژیم جمهوری اسلامی تمام مفاسد و مشکلات کشور توسط یه عده‌ای است که هیچ وقت محاکمه نمیشن، هیچ وقت بازخواست نمیشن. از اون ولی فقیه بگیرید تا به زیر دستانش. اگه هم قرار محاکمه بشه، کسانی رو محاکمه میکنن که بتونن یه جورایی هم از قبل اون به هر حال توجه و تنبوی به یه عده بدن. آقای نجفی نامی شهردار تهران بود، آدم کش. بعد از یه مدتی بردنش زندان و عفوش کردن و اومده بیرون. اخیرا دو خبرنگار عزیز، دو بانوی گرامی رو به دلیل اینکه داستان خانم مهسا امینی رو و گروه های دیگر رو منتشر کردن به 6-7 سال زندان محکوم کرد. سعید طوسی آزاد متجاوز، اما خبرنگار باید بره در زندان. مرتضوی آزاده.
چون او باجشو قبلا داده، فردا به کار ما میاد. اینا تو آدم کشی دست خوبی دارن، خدمت کردن به استبداد، چرا باید برن زندان؟ برای همین نظام قضایی فاسده، به دلیل اینکه در اونجا قانون یعنی مستبد، خادم و خائن تفاوتش در اینه که نسبت کارهاشون با حکومت معلومه نه با مردم. شما اگر بر مردم خیانت بکنی مهم نیست، فقط به ولی فقیه خادم باش، پادشاهی میکنی، هیچ کس با شما کار نداره. تمام این جنایتکاران فرزندانشون رو شما میبینید در جای دیگری هنوز با همون ثروتهای رژیم در حال زندگی هست، با رژیم مراوده دارن. ولی که همین ها برای ما عادی شده. هیچ چیز بدتر از این نیست که برای مردمی فجایع و مفاسد و جنایت عادی بشه. مقصود آنان اصلاح حال عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهند از این راه سود بیشتری به دست آورند و بر میزان باج و خراج بیفزایند. همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشد. طرف این همه می دزده، میگه خب یه بخشیشو بده به من، از مجازات معافی، یه کاری برای من بکن، از مجازات معافی. بسیاری از این اراذل و اوباشی که در جمهوری اسلامی زندان هستند با وعده سرکوب مردم در خیابان‌ها پاداش می‌گیرن، عفو میشن، میان بیرون. و اون چاقوکش و غمکش میگن برو در خیابان زنان و کودکان مردم رو بزن. این خدمات تو دیدیم، مجازات تو کم می‌کنی. که این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. بله، اون اراذل اوباشی که می دونه 10 سال حکم حبسش رو حاکم تبدیل میکنه به 1 سال به خاطر اینکه بره در خیابان مردم رو بزنه، بار دیگر هم همین کار رو مرتکب میشه. اون کسی که با رشوه دادن میتونه اموالی رو کسب کنه، خب بار دیگر هم دست به همون کلاهبرداری و فساد میزنه. و دیگه حاکمیت قانونی وجود نداره، یه هرج و مرج. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید. یعنی این انسان ها نیازمند یک حاکمیت قانون هست، قانونی که سلطه داشته باشه بر من. سلطنت یعنی حاکمیت قانون مردم، نه اینکه یه آقای رو بیاریم یه تاجی بذاریم رو سرش هرچی شما گفتیم ما چی میگیم چشم، یه عمامه بذاریم رو سر اون آقا بگیم هرچی تو گفتیم ما میگیم چشم. دیگر آنکه عرب همه ریاست طلبن و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کنه، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد، مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان کرد. شما اساس نزاع شیعه و سنی همین ریاست طلبی است، جایی که علی ابن ابی طالب معتقده که رئیس این جامعه اسلامی منم،
چون پسر عموی من که پدر همسر من هم بوده از بنی هاشمه، منم جز بنی هاشمه، بنابراین ریاست بر شماها حق من. گروه دیگر هم به همین شکل، فرق نمی کنه، نزاهای مختلفی که از همان زمان پیامبر اسلام شروع شد نشانه همین ریاست طلبی است. کسانی که می دیدن مواهبی داره این ریاست، نزاع حسین و یزید، نزاع علی و معاویه، نزاع علی و ابوبکر، حتی در میان امامان شیعه، فرزندان امامی که خودشون امام می دونستن، همش برای ریاست بوده. اگر بحث تعلیم و تربیت مردم باشه، خب شما میتونید کنار بنشینید کار تعلیم و تربیت بکنید. حالا ما چه میکنیم؟ در گذشته که رسانه ها نبود، یه حجره ای بود، یه جایی بود مردم مینشستن. اگر شما دغدغه آگاهی مردم رو دارید، اگر وظیفتون خدمت به مردمه، به تولید محتوا بکنید، اول ذهن مردم رو روشن کنید. طرف 60 و اندی سال سنشه، 44 ساله در خارج از کشوره، صاحب ثروت هم هست، صاحب سرمایه هم هست. بگید آقا شما یه تولید محتوا برای مردم کردی به اندازه یه کاغذ آچار؟ ما میگه نه، مملکت رو بدید به من، من میتونم به شما خدمت بکنم، من تنها آلترناتیوم. میخوندام همیشه ما فقط جامعه رو میتونیم اداره بکنیم، ما شیفتگان خدمتی، دنبال قدرت نیستیم. این ریاست طلبی برای اینه که شما وقتی مبدأ قدرت در درون اون کشور صاحب همه چیزه، جان مردم دستشه، مال مردم دستشه، عرض و آبروی مردم دستشه، به هیچ کس هم پاسخگو نیست، خب یک محل مناسبی است برای اینکه قدرت رو کسب کنی. چیکار داری مردم روشن بشن؟ نه مهم نیست، اتفاقا مردم نباید روشن بشن، مردم روشن بشن برای ما خطرناکه. کسانی که بفهمن سلیمانی چه حقی داره که بر ما حکومت بکنه، خب خطرناکه، بذار اونا ناآگاه باشن. اگر واقعا ادعی به دنبال خدمت به مردمن، بریم کارنامه‌هاشون رو نگاه بکنیم، چقدر حب ریاست داشتن، چقدر منم منمشون بالاست. انسان‌های فهمیده به این نشانه ها توجه میکنن. کسی که حاضر تو هر جمعی باشه همه بهش احترام بذارن. چرا؟ چون میخواد صاحب قدرت باشه. شیش نفر میشینن دور هم دیگه، دوستاش بهش فشار میارن، آقا تو جایگاه با اونا فرق میکنه، تو پسر فلان پدری، بیا بیرون از اون جایگاه. بعد میگه من دنبال مردم هم. مردم کام به اونا کمک کن. اگه جمهوری باشه من هستم، اگه پادشاهی باشه من هستم، اگه ولایت فقیه باشه من هستم، هر کجا هست من هستم، فقط قدرت رو بدید به من، من هستم. این همون فرهنگ ریاست طلبی است. در تمام سطوح جامعه ما وجود داره، به همین دلیلی که دو نفر نمیتونن دور هم دیگه بشینن صحبت. چرا؟ چون همش میخوان اون رئیس باشه. کار گروهی نمی کنیم برای همینه، چون گروه معنا نداره، هیچ وقت هم معنا نداشته در کشور ما، همش یه شخصه. اگر به قدرت برسه بقیه دورش جمع میشن، چون میدونن از قبل نزدیکی به کانون قدرته که اونها هم منتفع میشن. و این فرهنگ سیاسی از گذشته وجود داشت، با آمدن اعراب مسلمان به ایران هم تشدید شد، چون زمینهاش از قبل وجود داشته. سه جنگ داخلی زمان علی ابن ابی طالب رخ داد. خب برای چی رخ داد؟ برای ریاست طلبی.
عثمان رو بکشیم، من اومدم جلوی معاویه بیستیم چون من میخوام قدرتم حفظ بشه. صحابه محمد رو در جمل بکشیم که من دوست ندارم اونها بر من حکومت بکنه. سعد بن ابی وقاص روزی وارد مجلس معاویه بود زمانی که خلیفه شده بود، به او با عنوان امیرالمؤمنین سلام نکرد. معاویه بهش نگاه کرد و گفت که شاید از چیزی ناراحتی، یعنی از اینکه من خلیفه شدم ظاهرا ناراحتی. سعد بن ابی وقاص به او گفت نه، من دوست ندارم حاکم جامعه اسلامی باشم در حالی که به اندازه حجامتی خون بریزم. معاویه گفت ولی من و پسر عموی تو، منظورش علی است، خیلی خونها ریختیم. بله، ریاست طلبی یعنی هم اسباب نابودی تمدن رو همین کشمکش هاست. شما در تاریخ همین سرزمین نگاه بکنید چه اندازه پادشاهانی داشتیم که فرزندان خودشون رو کشتن، کور کردن، نابود کردن، برادران خودشون رو کشتن از ترس اینکه نکنه روزی اونها بیان و در واقع حکومت ما رو بگیرن. این اون شم و مطالبه ریاست طلبی است. حتی حاضر خون برادر خودشو بریزه، خون پسر خودشو بریزه. در جمهوری اسلامی هم هم ابن خلدون ادامه میده و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید میآیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرتهای گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می شوند و در نتیجه عمران و تمدن به فساد و ویرانی منتهی می شوند و رشته امور از هم می گذرد. مقصود ابن خلدون در اینجا نکته جالبی است. میگه زمانی که شما ریاست طلبی و این ریاست طلبی مناسبات شما رو تأمین میکنه، خب یک نفر میشه رئیس کل، اما بقیه هم که ریاست طلبن به چیزهای کوچکتر راضی میشن. مثلا آستان قدس رضوی رو بدیم دست آقای واعظ طبسی، برای چندین دهه عباس واعظ طبسی رئیس آستان قدس رضوی بود. هر وقتم بهش میگفتن آقا فلان، میگفت این حکم امامه، یعنی با من کار نداشته باشید و منو امام فرستاده اونجا. و اخیراً هم اون آقای علم الهدا. خب اینو چه میکنن شما فکر کنید؟ یک رئیس بزرگ دارن، اون شخص اوله، اون جبار سینگ، اون بالا نشسته سید علی خامنه‌ای، ما بقیه این زیرها به هر حال به نسبت یه بخشایی رو گرفتن. رئیس آستان قدس رضوی، رئیس عبدالعظیم حسنی، رئیس مسجد فلانجا، به اندازه قدرت خودشون در اون سیستم سیاسی مردم رو مورد تاراج قرار میدن. یکی از مسائلی که چندین سال قبل مطرح شده بود اینکه چرا قیمت خودرو در ایران این اندازه بالا و حالا کیفیت ها این اندازه پایینه، نشد شد که ما در صنعت خودرو به چندین ارگان مالیات میدیم، در حالی که در کشورهای دیگه اینجوری نیست. شما مثلا یک کالا ممکنه برای یکی دو تا ارگان مالیات داشته باشه، اون دار ازاره دارایی یا وزارت دارایی دیگه شاخصش. اما در جمهوری اسلامی اینطوری نیست. خودروسازی الف از بیت رهبری گرفته تا دفتر آقای مجتبی خامنه‌ای گرفته تا دفتر امام جمعه شهر گرفته تا رئیس بخش تعزیرات گرفته، به همه باید یه پولی بده که کالایی بتونه بده بیرون. خب اون کالایی که قیمتش 100 تومنه با دادن مالیات 1000 تومن به این گروه‌های مختلف میشه 1100. یه سودی هم خودش میخواد ببره و چون مطمئنه که پولی هم که به دیگران داده بهش کاری ندارن، به جای 1100 تومن میکنه 2100 تومن. فشارش بر گرده کیه؟ بر مردم بیچاره است.
همین دلیلی که کالایی که در کشورهای دیگر با 100 تومن دست مردم میرسه، در کشور ما با 2100 تومن دست مردم میرسه. چون دزدهای سرگردنه‌ای هستن که ما اونها رو تو خیابون نمیبینیم، اما در قانون براشون ردیف بودجه تعیین شده، ردیف مالیات تعیین شده. در نوبت‌های گذشته عرض کردم دیکتاتورها دیگه نمیان علنا دست به دزدی بزنن، حالا گاهی پیش میاد، غالبا سعی میکنن مخفیانه این کار رو در چارچوب قانون انجام بدن. میگید آقای پول نفت به کجا داره واریز میشه؟ میگه طبق قانون به خزانه واریز میشه. حالا همینطور که پیگیری میکنی میبینی که رئیس خزانه همون دستشانده اون آقاست، از دل مردم نیست. بودجه‌ای که به آستان قدس رضوی میرسه کجا هزینه میشه؟ به کجا مالیات میده؟ بسیاری از زمینهای خراسان و حتی مناطقی مربوط به شرق مازندران، یعنی گرگان و گنبد و اینها که در گذشته بود الان شده گلستان، اینا وقف آستان قدس رضوی است. یعنی کسی که تو اون زمین ها خانه داره یه بخشیش رو اجاره میده. تو خانه های اوقافی عرصه یعنی زمینش متعلق به اوقافه، اعیانش یعنی ساختمونش متعلق به شخص. این شخص سالانه باید اجاره بده به اون اداره اوقاف. یک سرمایه عظیمی آستان قدس رضوی داره. شما شنیدید تا حالا بیاد کاری انجام بده برای مردم، گزارشی بده؟ چون اصلا نیاز ندیدن. تو سید علی خامنه ای اونقدر از پول نفت و از قبل سرمایه های دیگه جیبش پره، یه بخشایی رو هم تقدیم بازوان قدرتش میکنه، کسانی که جنایت های اون رو توجیه بکنن. اینکه سپاه در درون جامعه ما امروز قدرت داره، یک زمانی کروبی در مجلس اشاره میکرد، میگه ما چندین اسکله غیر مجاز تو کشور داریم. خب این اسکله ها که در قانون مشخص نیست به شکل غیر مجازن، کدوم قایق، کدوم کشتی، کدوم لنج اونجا پهلو میگیره؟ چی وارد میکنن؟ چرا کسی دخالت نمیکنه؟ چون کاری نداره. همشون رو سر رشتش رو بگیری تهش میرسه به اون غارتگر اول. او هست که همه اینها رو میدونه ولی میگه دستشون رو باز بذارن. خب در پایان ابن خلدون ادامه میده، اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدند، از اینجا مشخصه که منظور ابن خلدون مسلمانانن، چون اعراب اون زمان فتوحاتی نداشتن، یک منطقه کوچکی زندگی میکردن به شکل پراکنده. بعدها هست که یک ایدئولوژی یا یک تفکر واحد پیدا میکنن در قالب دین، نیروهاشون جمع میشن و بعد به کشورهای دیگر دست اندازی میکنن. چیزی که بعدها دیدیم توسط مغولان هم رخ داد. تموچین یا چنگیز خان کسی بود که اقوام مختلف پراکنده آن زمان مغولستان رو متحد کرد، شروع کرد از اون نیروی ساخته شده استفاده کرد. خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. حالا این نکته جالبش، از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویران است. چون میدونید یمن قبل از دوران محمد مملکت آباد بود، بهش میگفت عربستان سبز، حکومت هایی هم بود، سبعیان، همیریان، گروه های مختلف اونجا زندگی میکرد. گاهی دست ایرانیان بود، گاهی دست رومیان بود. اما از زمانی که مسلمانان اونجا رو فتح کردن، ابن خلدون داره اشاره میکنه دیگه اون رونق رو پیدا نکرد.
و حالا امروز هم که دیگه شما میدونید داستان چیست. به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است. گروهی دقیقی است، سلطه فرهنگی که با توجه به این فیزیکی ها دیگه نشانی از اون تمدن باقی نخواهد. ابن خلدون در جلد دوم کتاب مقدمه به یه مسئله اشاره میکنه که بسیار مهمه، یعنی ذیل این عنوان نابودی تمدن ها این رو نیاورده، در جای دیگری ذکر کرده، اما به قدری اهمیت داره که من ترجیح میدم اولویت اصلی رو بذاریم روی این مسئله و آن علم و اندیشه است، یعنی تفکری که میاد و علم و اندیشه رو از بین میبره، هر تفکری باشه. در جلد دوم کتاب مقدمه به بحث علوم عقلی میپردازه، به نکاتی اشاره میکنه که جالب و باید دانست از ملت‌های پیش از اسلام که اخبار آنان را ما دریافته ایم، بیش از همه دو قوم بزرگ به علوم عقلی که منظورش فلسفه و مسائلی از این دست توجه داشتند و آنها ایرانیان و رومیان بودند که بازار علوم در نزد آنان بر طبق اخباری که به ما رسیده رونق و رواج داشته است و طبیعی هم هست. شما تمدن میسازید از قبلش نیازمند علوم هستید، حکمرانی یک علمه، ذیل حکمرانی قوانین هست، ساختارها هستند، ارتش یک نیروی نظامی میخواد، نیروی نظامی نیازمند درجه سلسله مراتب آموزش هایی لازمه، در کنار این نیاز به علم پزشکی دارید که در جنگ ها سربازانی که زخمی میشن مداوا بشن، یعنی به هم مرتبطه، ریاضیات، صنایع، همه در خدمت یه تمدنن. از قبل وجود اون تمدن شما میتونید متوجه بشید که علم و دانش هم اونجا وجود داشته، این قرین است. حالا ادامه میدیشون، زیرا عمران ایشان به حد وفور بوده و دولت و سلطنت پیش از اسلام و هنگام ظهور اسلام به آنان اختصاص داشته است، از این رو در شهرها و نواحی متعلق به ایشان دریای بیکرانی از این علوم یافت می شده است. بعد ادامه میده، و اما ایرانیان بر شیوهی بودند که به علوم عقلی اهمیت عظیم می دادند و دایره آن علوم در کشور ایشان توسعه یافته بود، زیرا دولتهای ایشان در منتهای پهناوری و عظمت بود، و هم گویند که این علوم پس از آنکه اسکندر دارا را کشت و بر کشور کیانیان غلبه یافت از ایرانیان به یونانیان رسیده است، یعنی دوران حکومت سلوکیه، چه اسکندر بر کتب و علوم بیشمار و بی حد و حصری از ایشان دست یافت. و حالا نکته تلخی که ابن خلدون ذکر، و چون کشور ایران به دست اعراب فتح شد که مقصود آن مسلمانان، و کتب بسیاری در آن سرزمین یافتند، سعد بن ابی وقاص به عمر بن خطاب نامه ای نوشت تا درباره امر کتب و به غنیمت بردن آنها برای مسلمانان کسب اجازه کند، لکن عمر به وی نوشت که آنها را در آب فرو افکنید، چه اگر آنها راهنمایی و راستی باشد، خداوند ما را به رهبری کننده تر از آنها هدایت کرده است. منظورش قرآنه، میگه اینا خیلی خوب باشن ما بهترش رو داریم، یعنی قرآن، دیگه نیاز به اون علوم نداریم، و اگر کتب اهل گمراهی است پس کتاب خدا ما را از آنها بی نیاز کرده است، از این رو آنها را در آب یا آتش افکندن. این است که علوم عقلی ایرانیان از میان رفت و چیزی از آنها به ما نرسید. و بعد در مورد رومی ها صحبت میکنه در صفحه 230. بنابراین میبینید که این تفکر
در درون اون اقوام مهاجم وجود داشته که علوم عقلی مهمترین موتور محرکه جامعه رو از بین ببری. یعنی هر آنچه که میتونه تمدن بسازه رو ما از بین ببری. وقتی تفکر این گونه است، دست به این اقدام و این معاملات میزنه، طبیعی است ورشکسته خواهد شد، چون از سرمایه و تجربه دیگران نمیتونه استفاده کنه. آقای رسول جعفریان هم در کتاب تاریخ خلفای خودش نقلی رو آورده، زمانی که علی خلیفه میشه در کوفه اشاره میکنه: از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. و این رو به نقل از کتاب جامع بیان علم و فضل جلد یک صفحه 72 آورده. خود آقای رسول جعفریان در صفحه 251 کتاب تاریخ خلفا بهش اشاره میکنه. پس ربطی به عمر فقط نداره، این فرهنگی است که در درون یک ایدئولوژی که معتقد حق با منه، درستی با منه، نیازی به استفاده از دانش‌های دیگه نداره. امروز اگر می‌بینید دانشگاه‌های ما دیگه ارزشی ندارند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نیاز به علم نداره. علم از نظر اونها همون چیزی است که در حوزه تولید میشه، در مورد آداب جماع و طهارت و توجیه غارت و این چیزهاست که برای اونها مطلوبه. برای همینه که بحث عمران و تمدن بدین نحو از بین خواهد رفت با اقداماتی که صورت میگیره. موارد دیگری هم هست که در برنامه آینده ادامه خواهیم داد، تا ببینیم واقعا چگونه است که این تفکر دینی وقتی وارد فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما میشه، اسباب نابودی یک جامعه متمدن رو میتونه فراهم بود. سپاسگزارم از صبر و حوصله یکایک شما بزرگواران. تشکر از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که سعی خواهیم کرد به موارد دیگر با استفاده از آراء ابن خلدون، همینطور مکس وبر و افراد دیگر نشان بدیم دلیل پیشرفت و پسرفت جوامع چه بوده، شما رو با موفقیت و پایداری رزو میکنم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در